اینجا ببینید سقف چوبی بوده، ببین چوبش هم افتیده. این تر خورده، قسمت از بولت کوی خراب شده. این جای در پنجره واقعی همینه. ببینید، من میذارم که اینا در بیان. ببینید میدین آسیفی داد تخماشون فکر کنم این پوش خواستی پوره این پوشتیش خشم میده این بالا که رو رگ زدن هم نه نه این وقت خیسه اینا حدود در 20 روزه 15 روزه که اصلا کل نایی سر خراب شد مورد نشده خراب شد نه اینجا رسیده به ایزو با نه اینجا رسیده به ایزو با اینه این فقط ایزو با منده هیچی در من نیست موریان اساسا یک آفت نیست در واقع تکمیل کننده چرخه در طبیعت هستش مشکلی که وجود داره این هستش که کنار این باغات خونه های مسکونی واقع شده این خونه های مسکونی طبیعتا ضایعات به ها چوبی، کاغذ، پارچه اینها وجود داره داخلشون این به اصطلاح موریانی که داخل باغ وجود داره به واسطه ضایعات چوبی که وجود داره و بعضا باغ هایی که بیداشت روش رعایت نشده تکثیر پیدا میکنه جمعیت این موریانه و از باغ این موریانه منتقل میشه داخل خونه ها و طبعا داخل خونه ها همچون منبع غذایی برای موریانه وجود داره این هم باعث ایجاد خسارت به خونه ها میشه مهمترین راه کار جهت کنترل و پایین آوردن طغیانش همکاری مردم هست مشخصا کم کردن به حال خوراک موریانه ها که مواد سلولوز مثل خردچوب ها و به حال موادی هست که میتونه تقویت کنه بحث زاد و ولد این موجودات رو این حربات کم کرد تا این منطقه کنترل بشه بحث شناسایی کلونی هاش هست که خب با توجه به تجربه و تخصص مجموعه میراث فرهنگی این مجموعه به عنوان فرمانده میدانه مقابله با طغیان مشخص شد دوستان جهت این حوزه هم جلسات آموزشی رو با مردم منطقه برگزار کردن تا با همکاری همه مردم اون منطقه به علاوه زمان بندی دقیق این بحث کنترل اتفاق بیفته متاسفانه خیلی اصرار دارن که سمپاشی بشه ما اصلا تو برنامه اون فعلا سمپاشی به خصوص تو خونه های مسکونی نیست سعی میکنیم با حذف مواد خوراکی موریانه ها این درصد این موریانه ها رو کاهش بدیم بعد انشالله کنترل بشه در خصوص واحدهای خالی از سکن قرار شد که با محوریت شهرداری ارتباط گرفته بشه تا نسبت پاکسازی و منازل هم اقدامات لازم صورت بگیره در برخی نقاطی که حالا بحث سکن وجود نداره با محوریت و الزام خود مجموعه دوستان میراث فرهنگی در صورت لزوم اقدامات به حال سمپاشی صورت خواهد گرفت در حوزه باغات بیشتر این دغدغه ما اون تلفیق بین باغات و منازل مسکونی بود که خوشبختانه رئیس جهاد شهرستان قول مساعد دادن که تو این حوزه خودشون ورود میکنن و همراهی و همکاری یکایی که دوستان باغ دار و کشاورز متون منطقه میتونه تاثیر بسزایی در کاهش اون طغیان موریانا داشته باشه